سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ویدئویی تهیه کردیم بابت نصب پایتون و نصب کتابخونه های متفاوت. ابتدا به سایت python.org مراجعه می کنیم و این ریلیز رو می بینیم. معمولا آخرین قسمت رو میذاره و نسبت به اپریشن سیستم خودتون بهتون میگیم. توی این قسمت میتونید ریلیز های دیگر پایتون رو هم ببینید. معمولا تا الان نسخه 3.5 تا 3.7 نسخه های خوبی بودن و ما هم 3.7 رو انتخاب میکنیم و منم پیشنهاد میکنم که اگه خواستید نصب کنید 3.7 3.6 نسخه های خوبی هستن، کمتر توشون ارور میبینیم. من اینو دانلود کردم جداگانه. فایل اگزی که دانلود کردید رو نصب کنید. نصب ساده ای داره، فکر نکنم نیاز به توضیح جداگانه ای داشته باشه. بسیار خوب، قدم اول کار من انجام شد و اینطور که میبینید ما پایتون رو داریم. اگه بخوایم به جایی که نصب شده مراجعه کنیم و تستش کنیم، میتونیم باز کردن کامند ویندو و تایپ خود پایتون بهش دسترسی داشته باشیم. میبینید که کامل اطلاعات پایتون رو برامون میاره. تو یک تستی هم بخوایم داشته باشیم، تایم یکی از کتابخونه هایی هست که داخل پایتون با همراه با پایتون نصب میشه. اما اگه بخوایم کتابخونه دیگری رو امتحان کنیم، به عنوان مثال نامپای که در ادامه خیلی قرار باش کار کنیم، میبینیم که با این ارور مواجه میشیم که میگه که این ماجولی اصلا وجود نداره، پس باید ما جداگونه این رو نصب کنیم. وقتی کامند ویندو رو از مکان دیگه ای اجرا میکنیم، میبینیم که نمیتونیم پایتون رو اونجا فراخونی کنیم. پس برای این کار، برای اینکه این مشکل رفع بشه، باید آدرس مکانی که پایتون نصب شده رو به انوایرمنت جزء وریبل های انوایرمنت اضافهش کنیم و توی این قسمت پس اون دو قسمت رو میتونیم اضافه کنیم. یکی قسمت خود پایتون هست و بعدی فایل اسکریپت. فایل اسکریپت رو برای این اضافه میکنیم که بتونیم راحت تر برای نصب پکیج ها بهش دسترسی داشته باشیم. معمولا بعد اینجا ممکن ازتون بخواد که سیستمتون رو ریستارت کنید، گاهی اوقات نیازی نیست. به عنوان مثال الان از من نخواست. حالا برای اینکه تست کنیم، میبینیم که اینجا پایتون اجرا شد و خب این مشکل اون حل شد و ما دیگه از هر جایی میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. در مورد آیدی هایی که میشه باهاش کار کرد، همراه با خود پایتون این آیدی ای هم همراهش میاد و شما میتونید کد هاتون رو اینجا بزنید. البته این قسمت کنسولش هست که، ولی خب جداگانه میتونید یک فایل اسکریپت درست کنید به این صورت و کد هاتون رو اینجا بنویسید و با زدن دکمه F5 یا گزینه ران میتونید اون رو اجرا کنید و این روی
البته بعد از سیف کردنش روی خود قسمت کنسول اجرا میشه. بله این قسمت اجرا شد. ضمناً میتونید با استفاده از دستور پایتون توی CMD و برنامه‌تون هم اون رو فراخوانی کنید و اجرا کنید. همچنین میتونید روی خود فایلی که درست شده دابل کلیک کنید و اون رو اجرا کنید. فقط از اونجایی که الان اگه روش دابل کلیک کنیم زود میره، من یک زمانی رو براش میذارم که یکم صبر کنه تا ما اجرا شدن برنامه رو ببینیم. این 5 ثانیه صبر میکنه و خودش بس نمیشه. در مورد اینکه چه آیدی بخواید استفاده کنید، آخرین انتخاب انتخاب خودتون هست، ولی خب پایچار جز آیدی های مهم پایتون هست که امکانات خیلی خوبی رو در اختیارتون میذاره. و زمانی که از خود پیور پایتون که الان ما نصبش کردیم استفاده میکنید، پایچار جز نسخه های جز نرم‌افزارهای خیلی خوبی هست. قسمتی که میبینید دو قسمت داره که پروفشنال هست که پولیه و قسمت کامیونیتیش رایگان که میتونید کامیونیتیش رو دانلود کنید و کامیونیتیش مشکل نداره. من این رو جدا دانلود کردم و اینجا نصب میکنیم برنامه رو. توی این ویدیو سعی میکنیم الان یک آیدی اصلی خود پایتون بود که ازش استفاده کردیم و این آیدی پایچارم هست و آیدی بعدی هم آیدی جوپیتر نوتبوک هست که برای کارهای دیتا ساینس خیلی ازش استفاده میشه. این رو هم سعی میکنیم نصب کنیم هم روی کارهای دیگه‌اش. خب پس نصب پایچارم، حالا انتخاب تم و اینجور چیزاش، حالا ما این قسمت رو به خودتون میسپاریم اگه چیز دیگه ای تنظیمات دیگه ای خواست. یک پروژه درست میکنیم. من اینجا یک فایل درست کردم به نام تست، آدرسش رو بهش میدم و اینجا باید همچنین براش تعیین کنیم که ما پایتون رو کجا نصب کردیم توی قسمتی و معمولا خودش میشناسه. حالا این قسمت گزینه های مختلف رو هم میبینیم. آدرسش رو چک میکنیم که همین باشه، خودش درست شناخته و حالا که آدرس پایتون رو داره میتونیم استارت رو بزنیم و پروژه رو بسازیم. قسمت پایین میبینیم که شروع میکنه دریافت چیزایی که از پایتون داشته. اینجا یک فایل اسکریپت درست میکنیم به نام main و میتونیم برنامه‌مون رو اینجا بنویسیم. پس تموم شدن ایندکس کردن میتونیم ران کنیم برنامه رو. میبینی که برنامه اجرا میشه و پایین میاد براتون. قسمت بعدی قسمت پکیج های جداگانه پایتون هست که همراه پایتون نصب نشده. در مورد نامپای صحبت کردیم، حالا میخوایم سعی کنیم که با استفاده از اینترنت و این پکیج منیجر خود پایتون که نصب کردیم اون رو، پکیج نامپای رو اضافه کنیم به پایتون. با استفاده از این کدی که خودش میده ما میتونیم نامپای رو نصب کنیم. کافیه pip install نامپای رو تایپ و دانلود میکنه و نصب میکنه. ضمناً بعضی از پکیج ها هم میتونن
آپگرید بشن و این هم کد آپگرید کردنشون هست. ما اینجا خود پیپ که پکیج منیجر پایتون هست رو آپدیت کرد. همچنین به محض نصب یک کتابخونه جدید پایچارم شروع میکنه به دریافت اون کتابخونه و ما میتونیم بعد از تموم شدن این از پکیج نامپای استفاده کنیم. عنوان مثال بیگ ماتریس 10x10 میسازیم و اون رو نمایش میدیم. همچنین نصب میتونیم چند پکیج رو با هم نصب کنیم. به عنوان مثال من اینجا پکیج پنداز و جوپیتر لب رو نصب میکنم. پنداز یکی از پکیج های خیلی قوی پایتون هست که برای دیتا ساینس و نمایش داده های تیبل شکل ازش استفاده میشه و خب جوپیتر هم یک IDE هست و خب میبینیم که مثلا خود جوپیتر نیازمند پکیج های مختلف پایتون هست. میبینیم تعدادش خیلی زیاد است و اینها رو پکیج منیجر خودش به صورت اتومات نصب میکنه. بسیار خوب. برای فراخوانی جوپیتر لب ما فقط کافیه که توی CMD جوپیتر لب رو بنویسیم تا باز بشه. براتون یک محیطی رو با خود پایتون و HTML و CSS درست میکنه و توی لوکال هاست میفرسته روی بروزر و با استفاده از اون میتونیم ازش استفاده کنیم. چیزی که خیلی در مورد جوپیتر نوتبوک ازش استفاده میشه اینه که ما میتونیم یک موضوعاتی رو توضیح بدیم، کد هامون رو قدم به قدم میخوایم توضیح بدیم و همچنین اینکه جداول رو مثلا اینجا ما یک جدولی رو ساختیم میتونیم جداول رو پلات کنیم و توضیحات متفاوتی رو میتونیم در موردش بدیم یا میتونیم جدول بزرگتر رو به صورت رندوم من تولید کردم. df.head 5 تا سطر اول دادمون رو به ما نشون میده. قسمت مهمی که ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم خود داکیومنت پایتون هست. وقتی پایتون رو ما نصب کردیم همراش پکیج های خیلی زیادی رو نصب شدن. و میتونیم با استفاده از لایبرری ریفرنس پکیج هایی که نصب شدن در موردش بدونیم و همینطور در موردش اطلاعات بیشتری داشته باشیم و با سینتکس کاراش آشنا بشیم. به عنوان مثال پکیج مس رو امتحان میکنیم اینجا. خب پیاده سازی کنیم این رو مثل باقی پکیج ها، اون رو فراخوانی میکنیم با استفاده از ایمپورت و پس از ران کردن میتونیم جواب رو ببینیم توی کنسول. همچنین باقی کتابخونه هایی که جداگانه روی پایتون نصب میشه هم داکیومنت های خیلی زیادی داره و ما میتونیم با استفاده از داکیومنت اونها و مطالعهشون به خیلی از قسمت های مهم اون لایبرری پی ببریم، ازش استفاده کنیم. به عنوان مثال در مورد پکیج نامپای هم داکیومنت خوبی داره و میتونیم ازش استفاده کنیم.
همچنین یکی از داکیومنت هایی که خیلی به نظرم خوب و کامل توضیح داده داکیومنت پنداز بود که یک فایل پی دی اف در اختیارتون میذاره و شما کاملا میتونید، مثال هم خیلی زیاد داره، مثال کد، و میتونید با استفاده از اون پی دی اف تمام تقریبا به تمام سوالاتون برسید. ضمناً یکی از مواردی که من فراموش کردم در موردش صحبت کنم این فونتی بود که داشتیم، و خب پایچارم امکانات خیلی زیادی رو در اختیارتون میذاره و میتونید این فونتش رو بخوام یکم درشت‌تر بکنیم به راحتی این کار انجام بدیم. 20 به نظر به این صورت. همچنین قسمت پایین هم براتون میتونید جداگانه کنسول پایتون رو باز کنید و کد هاتون رو اینجا تست کنید، قسمت به قسمت کد ها رو. ممنون از وقتی که گذاشتید.